فریاد بهارانی، تو فریاد بهارانی، لطیفی مثل بارانی. شقایق لاله و نسرین، بهاران در بهارانی. نگین خاتم عشقی، طلوع صبح امیدی، پر از شعری، پر از شوری. تو چون افسون صحوایی، تو خاتون بهارانی. تو زیبا واژه عشقی، پر از مهری، پر از نازی. ز شیرینی چو لیلایی، تو لیلا، تو لیلاوار شیرینی. به عشق اندر چو فرهادی، تو خسروار مجنونی. تو عطر مستی عشقی، تو چون بوی بهارانی. تو یک ساز خوش آوازی، پر از سوزی، پر از رازی. تو یک احساس باریکی، شراب سرخ شیرازی، دلانگیزی. تو چون آواز بارانی. تو رؤیایی ترین خوابی، به زیبایی چون مهتابی. پر از عشقی، پر از نوری. تو خورشیدی که میتابی، صدای نم نم شوقی. تو باران بهارانی. جانتون سلامت. به به، متشکرم از شما استاد. خوشحالیم که در خدمتتون هستیم، در خدمت استاد عزیزمون جناب آقای حمید غلامی هستیم، از شاعرای بزرگ و ادیبهای گرانقدرمون، و باعث افتخاره که شروع سالو در کنار شما و با اشعار زیبای شما شروع میکنیم. درود بر شما، جانتون سلامت. درود میفرستم به یکایک که شما دوستان عزیز، خانم محبوب خانم و دوست دیرین، کفر روزگار کودکی یادش بخیر، آفتابی در تمام سال بود، آقای زریمر و شیبا خانم هم امروز کنارمون نیست، جاشون سبزه. درود میفرستم به همه بینندگان عزیز، همزبانان، هموطنان، عاشقان ایران زمین، عاشقان فرهنگ چندین هزار ساله ایران و دلسوختگان این سرزمین. نوروز رو و فرارسیدن بهار رو به همه شما عزیزان تبریک میگم و براتون شادباش آرزو دارم و دلی خوش و ذهنی بیدار، خردورز و آزادی خواه و آزاداندیش آرزو دارم. جانتون سلام. بله، زنده باشید، سال نوتون مبارک. همین جان جناب آقای غلامی عزیز، اون وقت کلن که امسال نوروز ما فرق داره با نوروزهای دیگه، یک چیز خاصی هست این نوروز. هم دل غم داریم، هم دل برو جلو داریم، برای اینکه همه کسانی که در این راه، این راهیان راه آزادی که جانشون از دست دادن، به خاطر همین اعیاد، به خاطر همین جشن ها، به خاطر همین مراسم و سنت ها بود. همه بچه هایی که رفتن همشون شاد بودن، ویدیو کلیپ هایی که ازشون در حال رقصیدن هن، خوندن هن، آواز خوندن هن. این شادی چقدر برای ما ایرانی ها مهمه. آقای زریمر، نوروز یک رسم دیرینه است و یکی از پیغام های نوروز زندگی نو و نگاه به آینده بهتر و بالندگی که در پیام نوروز هست. و امسال مثل هر سال دیگه نوروز باستانی فرا میرسه و با همه کمبودهایی که در زندگی بوده و هست، با همه اتفاقاتی که در زمستان عمر گذشته، بهار زندگی فرا رسیده و امسال نوروز ایرانی یک نوروز خاصه، به جهت اینی که همینجور که شما اشاره کردید، این جنبش آزادی خواهی ایران و این، حالا دوستان من جای دیگه هم اینو گفتم، از این انقلاب مهسا به عنوان یک رولوشن یاد میکنن و میگن انقلاب. و اما عقیده شخصی من اینه که
این قبل از اینکه رولوشن باشه و انقلاب باشه یک سوشال رولیشن بوده در جامعه ایران، یک بیداری عمومی بوده و یک الهام همگانی بوده و نوروز پیغام خودش رو داره و ما موظفیم که آیین و سنن کهن رو پاس بداریم اما با واقعیت هم زندگی بکنیم و برای فردای بهتر تلاش بکنیم. یه جایی من گفتم برخیز برخیز بهاران شد، برخیز بهاران شد، فصل گل و ریحان شد، گل جامه درید از شوق، پایان زمستان شد. برخیز سحر سر زد، عشق آمد و بر در زد، شب رفت و سیاهی مرد، خورشید به خاور زد. گل بر زده کاری کن، رقصان شو و یاری کن، دشت و دمن جان را از عشق بهاری کن. خمها همه جوشان بین، نوروز خروشان بین، ساغر به کف ساقی، خم عالم همه نوشان بین. هنگامه مستان شد، نوروز به دستان شد، خوش باش که عید آمد، برخیز زمستان شد. این برخیز زمستان شد، این شد معنی رفتن، به معنای رفتن زمستان آمد و رفت. شد دیگه آمد و رفت. و امید ما اینه که با فرا رسیدن بهار آزادی و رفتن این زمستان خرافه و جهل، یک روزی ما آفتاب آزادی رو ببینیم و آغوشمون رو به روی آزادی باز بکنیم، در آغوش بگیریمش و همدیگر رو انسانی ببینیم، همدیگر رو مهربان ببینیم. برای دوست داشتن، جای دیگه من گفتم برای دوست داشتن احتیاج نیست که همدیگر رو بشناسیم، احتیاجه که همدیگر رو دوست داشته باشیم، به هم مهر بی‌منت داشته باشیم، مثل بهار که بی‌منت میاد و زندگی تازه میده به طبیعت، حس جدید میده به جامعه. نوروز پیغامش پیغام دوستی و مهره و در کنارش ما یاد عزیزانی که امسال کنار ما نیستن و به قول فردوسی بزرگ میگه همه کارهای جهان را در است مگر مرگ را، کان دری دیگر است. و اون در دیگر مرگ هم زنده نگه داشتن یاد درگذشتگانه و فراموش نکردن پیغام انسانیشونه و اثراتی که از خودشون در روح و جان انسانهایی که هستن باقی میذارن. اینا هر کاری که کردن که ایرانیان غمگین بکنن، با تأسیس انواع اقسام حوزه های علمیه و مکتب های مذهبی، باز جوانان ما به خاطر اینکه در جهان در ارتباط هستن با هم دیگه، با همین تلفن که همینجا سوشال میدیا، یعنی یک جهان با هم در ارتباطه، یک نفر با تمام جهان در ارتباطه. اینو شما میخواین محصورش بکنین با غم و شادی، با غم ها و عزا و ماتم، ولی اینطور نمیمونه. برای همینه که این نسلی که اون آزادی رو ندیده دنبال آزادی میگرده، این نسلی که بیدار شده دیگه نمیشه خوابوندش، دیگه نمیشه بگیم که تو چشمتو ببند همه اینا خوابه، بیدار شده. این بیداری کل ملته که یک رنسانس ایرانیه. همین جوری که شما میفرمایید و یه جایی من گفتم جانم به لب شد و لب به لبت نرسید، فردا من و شراب و تو و قوقای عاشقی. این قوقای عاشقی وقتی شکل گرفت دیگه مهارش نمیشه کرد و جامعه ما، آقای زریمر، جامعه‌ای که تشنه آگاهیه، جوانوی ما جامعه جوانی، جامعه ایران و دسترسی به اطلاعات الان زیاد شده. یک زمانی یک افسوس بزرگی که در تاریخ ایران، حالا من بعد از مشروطه رو مخصوصاً، خوندن کتاب در جامعه ما جرم بوده. بله. بسیاری ما زندانی سیاسی داشتیم که جرمشون خوندن کتاب بود. یعنی
این واقعا شوربختی یک جامعه است که آگاهی جرم باشه، آگاهی عمومی جرم باشه. و کتاب ماکسیم، مادر ماکسیم گورکی، هر کتابی، هر کتابی دیگه، هر کتابی، حتی کتاب‌های کتاب مذهبی هم در دسترس نبوده. یعنی شما جامعه ما تجربه نقد رنسانس رو نداره. آقای زریمه خانم، به محبوب خانم، ما یاد نگرفتیم که عقیده مخالف رو بشنویم و تحلیلش کنیم، بپذیریم و بتونیم به یک نقطه بهتری از قبل از اون بحث برسیم. اینه که امید هست به جهت اینی که الان دسترسی به اطلاعات هست. الان دیگه نمیشه جلوی کتاب خوندن رو گرفت، دیگه با وعده بهش نمیشه دنیا رو برای ملت جهنم کرد. و یه جایی که این شاید شیرینی این اتفاقی که داره میفته و خیلی امید بخشه برای من به شخصه، چون میبینم نسل بعدی که داره میاد، نسل بعد از من، دنیا رو داره قشنگتر میبینه و تمامیت خواست، به کم قانع نیست، از مرز ایشالله گذشته دیگه، ننشسته تا یک نفر با یک اسب سفید بیاد و آزادی رو بهش در طبق طلا تقدیم کنه، ننشسته که یک ناجی بیاد و زندگی رو براش رنگین بکنه. جانش رو سپر کرده و دانشش رو سپر کرده و گیسو رو سپر کرده و میخواد فردا رو خودش بسازه، میخواد برای فردایی که میخواد بسازه خودش هزینه بده، میخواد جانش رو بده. و این شیرینی، این سختی رو از ما میگیره و باید انسان به امید زنده است. باید یه جایی گفتم ای کاش زبانم سفر آغاز کند، ای کاش زبانم سفر آغاز کند و بگوید از عشق و بگوید که چه سخت است تمنای تو و یاد تو و زمزمه نام تو در خواب و خیال. می شود با تو به دریا پیوست، می شود با تو سفر کرد به آن سوی خیال، می شود با تو به دریا پیوست، می شود در دل هر خاطره یک خاطره ساخت. خواهم آمد به تو می پیوندم، هدیه‌ام بوسه یاد، هدیه‌ام بوسه یاد. سیار علی، درود باشه. و فکر میکنم که یعنی همین امسال آخر سال راه برگشتی تو کار نیست. این بیداری ادامه داره تا آزادی. امیدوارم که این آزادی زیاد پرخرج نباشه. امیدواریم که تمام جهانیان که ایرانیان خارج از کشور شاهکار کردن با این تظاهراتی که به خرج دادن، با این تماسهایی که با جهانیان گرفتن، از هنرمند و ورزشکار و ژورنالیست و رئیس مثل مال پارلمان ها و دولت مردان، همه اینا که تماس گرفتن، خیلی ها به این آگاهی رسیدن که زن، زندگی، آزادی یک شعار جهانی شده و مردم ایران ستم دیده با حق آزادی دارن و دوره این رژیم ستمگر به پایان رسیده. هر کسی میخواد دین یه چیز خصوصی، هر کی میخواد دین داشته باشه در خصوص خودشه، به ذهن خودش مربوط میشه، به هیچ کس ربطی نداره. شما چه خدایی رو میپرستید؟ دین یه امر خصوصیه. شما راجع به آینده، راجع به ایران چه فکر میکنی؟ به کجا میرسیم ما؟ آینده که ببین، کار من شاعریه و گفت کار من این است که کاریم نیست، عاشقم از عشق تو آریم نیست. هنر پیغامی که درش نهفته است این نگاه نازک بین هنرمند توی هر زمینه ای که باشه، نگاه امید بخش به جامعه است و
این تلاشی که عمومی که ما داریم میبینیم حتما حتما به یک نقطه بهتری خواهد رسید. از بیشک تلاش انسان نتیجه بخش خواهد بود. این مرگ مهسا، آقای زریمه و خانم محبوب خانم، مهسا سمبل اون نقطه جوش آزادی طلبی انسانی شد. ما مهسا تا مرگ مهسا، ما مهساهای بسیاری رو هزینه کردیم در جامعه ایران و مرگ مهسا اون نقطه جوش بود، اون نقطه لبریز خواهندگی بود که به عقیده من از بطن فرهنگ فتووت و کیخسروی ایران میاد، از این نگاه فاخر ایرانی میاد که زن رو، مرگ مهسا رو، یک دختر جوان زیبارو غریب رو، مرگ غریبانش رو به عنوان ناموس ملی دید جامعه ایران و زنان و دختران دلیر ایران ندای آزادی سر دادن و گفتن بس دیگه و کلید واژه آزادی شد اسم مهسا. یه جایی یه شعری دارم به اسم دختران مهر. من این شعر رو تقدیم میکنم به همه دختران شجاع و دلیر سرزمینم. دختران سرزمین آفتاب، دختران سرزمین آفتاب، دختران مهر، آه ای گندم های سرفراز، نان غیرت به تنور حادثه برشته می کنید، شراب عشق به جام جان، به شور زندگی، به باور زنانتان، به رقص مرگ و تاب گیسوان، در این سیاه شب، در این ظلام ناتمام، برای من، برای ما، برای زن، برای ایران کهن، نوید صبح می دهید، نوید نور، امید عشق و زندگی. آه ای دختران مهر، نامتان شجاعت و شرف، خشمتان شکست اهریمن، نامتان بلند، دختران نغمه خوان آبادی، شاعران زن، زندگی آزادی. درود بر همه دختران دلیر سرزمین. درود بر شما، بسیار زیبا. زیبا. همین هفته پیش بود که چند از دخترها با کی صحبت میکردیم، اینها داشتن میرقصیدن، فهمیدن، جلوشون رو گرفتن و نمیدونم اون توییتر و چیزها بستن اون حسابشونو و در تلافیش در سایر نقاط جهان، بله، ایرانی ها همون کارو کردن. یعنی هنر اعتراضی، اعتراض هنری، بله. شما همین شاعران، کسانی که شعری که دارید میگید، اعتراض هنری دارید میکنید. این اعتراض هنری خیلی مؤثره، تاثیرگذاره و همه اینه وقتی میبینن درشون عرق ملی، عرق انسانیت، همه اینا به صدا میاد و دلشون میخواد که مردم زودتر به آزادی برسن. همینجوره آقای زریمر، وظیفه هنر اون برانگیختگی اجتماعیه، با تلطیف، با تلطیف. و عرض کردم ما مرگ نیکان رو شما ببین، یک کودک 10 ساله رو، و این قلب هر انسانی به درد میاد از این که کیان و مرگ، بله، خیلی جانگوده، مرگ جانگوداز، خیلی از اینها هم اشک ما رو در آورده. یکیش کیان بود، مهسا به جای خودش محفوظ. اون بعد دختری که میخون، اون نورعلی، آره، خدا نور، نورعلی بود، خدا نور بود، خدا نور لجعی، اصلا خیلیشون واقعا اشک ملت در آوردن. ولی جوانان نازنین که باید زندگی داشته باشن، یک عمر پیش رو داشتن، به خوشی بگذرونن، جمهوری اسلامی رو به خاک سیاه نشوند، فرستاد به زیر خاک. برای چی؟ برای هیچی، برای اینکه عقیدهشو تحمیل کنند. جالب اینجاست که این مسئولین سال به سال بدتر میشن، انگار که مسئول بدتر شدن هستن.
هر مسئولی که میاد بخواد ببینه چجوری میتونه بدوزه. مسئول بدتر شدن سال به سال، در یک از پار سال آدم نمیدونه. خب دیگه حدی داره، ول کنین، رها بکنین دیگه. مردم بیدار شدن، تمام دنیا بیدار شدن، شما به پایین در این درجه اعتبار ایران رسوندین دیگه، تا کی؟ آقای زریمر، باید امیدوار باشیم که جامعه ایرانی به اون نقطه رسیده، همونجور که عرض کردم، که برای تواناییاش رو هم گذاشته که خودش بخواد برای خودش. اصلا اعتقاد شخصی من اینه حالا که این اتفاقی که داره میفته یه کار سیاسی نیست به عقیده من، چون احقاق حقوق انسانی معنای سیاست نداره. بله. شما حقوق انسانی تو طلب میکنید. بله. شما خیلی ساده است، این حقوق اولیه، حقوق اولیه به عنوان یک انسان، حق حق پوشش، حق سفر، حق مطالعه، حق آزادی. برای نفس کشیدن شما اجازه نباید بکشی، باش به دنیا میای. و این خود این کلمه جینا در زبان کردی به معنی زندگی بخشه. و یه شعری من گفتم، یک غزلی به اسم برای جینا، اینو تقدیم میکنم به جینای عزیز که عامل آزادی خواهی شد. بله. و با مرگش بسیاری انسان خفته رو از خواب بیدار کرد. آقای غلامی، باور میکنی که من انگار نه انگار واسه من مرده؟ به خدا فکر میکنم من بیش زنده است. نامش که زنده است. بله، اینجوری احساس نمیکنم که این دختر نازنین جوانمرگ شده رفته. اینقدر این تاثیرگذار بوده که آدم حس میکنه که زنده است. من چنین احساسی دارم. جینا صفت به گرده گردون نشسته ای، جینا صفت به گرده گردون نشسته ای، گردا فرید ترین زن ایراد خسته ای، فریاد داد خواهی نوباوگان شرم، فریاد داد خواهی نوباوگان شرم، چون نوعروس کشته در خون نشسته ای، با آن دو چشم چو آهوی اشکبار، شیر و جنان زنی که از بند رسته ای، خشم از خروش خون تو طغیان کشیده است، خشم از خروش خون تو طغیان کشیده است، تا بوی ترس و جهل و باور و دین را شکسته ای، صبر از تناب دار به پایان رسیده است، صبر از تناب دار به پایان رسیده است، ققنوس خون دخترکان در آتش نشسته ای، بیداد هر ترانه در هر گلوی خشم، زنجیر ترس و تحمل از ته دلها گسسته ای، مهتاب شب شده مهسای روی تو جینا، در این ظلام امید درهای بسته ای، معجون اشک و خونی و با توم و روسری، معجون اشک و خونی و با توم و روسری، مرگت چنان ندا نشان رهایی و رسته ای، نامت نامت کلید واژه آزادی است و عشق، که از جان گذشته ای و بر جان نشسته ای، که از جان گذشته ای و بر جان نشسته ای. درود بر جینای عزیز. درود بر شما. ما میریم به بریم به اتاق فرمان. بله. دوباره برگردیم و عاشقانه ها و هر چی که دوست داری بخونی. باز هم ما هم امیدوارم که هموطنانمون به همون اندازه که ما لذت میبریم اونا هم لذت ببرن. درود بر شما. مرسی از حضورتون. بسیار لذت بخش. درود بر شما خانم.